من برای یه نفر یه جا میخواستم. ما فعلا اتاق شخصی نداریم خانم. من اتفاقا اتاق شخصی نمیخوام. خانومن یا آقا؟ خانومن. آها، احتمالا تا چند روز دیگه یه تخت در یه اتاق دو نفره خالی میشه. شما رزرو میکنی؟ بله بله. پس خواهش میکنم مشخصاتو بفرمایید. لطفا یادداشت کنین. بله. اسم اقدس حکمت، سن 67 سال، فشار خون دارم ولی فعلا روپان. بعدا خدمتتون تلفن میکنم، لطفا فراموش نکنین. خیر خانم، خداحافظ. به سلامت. خانم سعیدی؟ بله. تونستیم با خانواده خانم طاعتی تماس بگیریم؟ هیچ کدومشون نیستن خانم صبحانی. همین امروز اتومبیل رو با راننده وردارین برین دم خونهشون. اگه نبودن به همسایه هاشون پیغام بدین که مادرشون اصلا حالش خوب نیست. بگید هر چه سریعتر تشریف بیارن اینجا. ولی شاید لازم نباشه همسایه ها متوجه بشن. من معتقدم که شما حتما اعتقادات بسیار خوبی دارید خانم سعیدی، ولی متاسفانه متوجه عواقب و مشکلات یه مریض روبه موت نیستید. ایشون شهریه 2 ماه به انضمام مخارج ویژه‌ای که در حال حاضر براشون میشه و مؤسسه میپردازه رو بدهکارن، و اگه ما نتونیم به بستگان ایشون دسترسی پیدا کنیم، متاسفانه باید متحمل مخارج دیگه‌ای هم بشیم خانم سعیدی. بله، اما گمان نمی کنم فرزندانشون کاملا خانم طاعتی رو فراموش کرده باشن و به هر حال مخارج به هر حال باید آینده نگر و محتاط باشیم، و الا این مؤسسه نمیتونه به خدمات مفیدش ادامه بده. تشریف ببرین و این قبضارم در مسیر پرداخت کنید. چشم. در ضمن به این آقای تهرانی بگین گوشتشون این هفته اصلا خوب نبود. خانم صبحانی، امرتون رو بفرمایید. خانم آقای کهنه‌مویی اومدن؟ بله اومدن. در مورد این دو نفر، گوشت رو از غذاشون حذف کنید. پذیراییشون تا میتونید عادی باشه. از وقتی شهریه زیاد شده این دو نفر نتونستن اضافه شهریه رو پرداخت کنن، ولی چون در اداره اینجا به ما کمک میکنن، ما از بودنشون در اینجا خوشحالیم. بفرمایید بیان تو. چشم. بفرمایید تو. بابا سلام، بفرمایی. حالتون چطوره؟ از پسرتون چه خبر؟ حالش خوبه، ولی خیلی گرفتاره. ما خانم سوهانی خیلی متاسفیم که حقوق بازنشستگی ما نمیتونه تکافوی شهریه‌مون بکنه، ولی پسرمون قول داده. خواهش میکنم اصلا خودتونو مقید این افکار نکنین. شما سالهاست پیش ما این و وظیفه ماست که تخفیف ویژه‌ای برای شما قائل باشیم. خیلی ممنون. شما خیلی مهربانید. خب ما هرگز محبت های شما رو فراموش نمی کنیم. خب چه خبر؟ این طرف و اون طرف پشت ما چی میگن؟ البته پشت هر کسی که خدمت میکنه باید حرف باشه. فقط چند تا چیز کوچیک هست که چی؟ مگه نه کهنمایی؟ بله بله. سلام.
گل اومده با گل. ما فقط میتونیم خار گل باشیم، چه برسه به گل. گل بی خار فقط خداست مادر. اولاً سلامتون کو. سلام. دومم میرین تو اتاقتون، بیرون نمیاین تا کار ما تموم بشه، فهمیدین؟ چش. ده برین دیگه. سلام خانده دوش. سلام. اگه اقدس خانوم پاشون از خونم بیرون بذارن برام حرف در میاد، چه برسه برن خانه سالمندا. از اولش هم باید میومدن خونه ما. ببینم مادر، مگه طاهره چیزی گفته؟ خدایی نکرده حرفی زده، کاری ازش سر زده که نیومدی. اصلا مامان تو رو خدا بیا خونه ما. انگار ما کاری کردیم که اقدس خانم میخوان برن. ما که از اول مخلصشون بودیم، حالا هم بیشتر. تو یه چیزی بگو. من چی بگم؟ ما رو باش، پس از ما خطایی سر زده و نمیدونستی. ببینید اقدس خانم، ببینید مادر، اگه شما این کارو بکنین همه فامیل و دوست و آشنا تقصیر رو میندازن سر من بینوا. میگن عروسشون بدرفتاری کرده، میگن من زیر پای پسرشون نشستم. آخه بابا من تو راسته طلا فروشا آبرو و اعتبار دارم، نمیگن فامیل بیارزشون مادرشون دک کرده. نه تو بگو، میشه توسلی؟ نه آقا رحیم، حرفشم نزن. بله، انگار ما آبرو نداریم. اقدس خانم، سکوت شما باعث این حرفا میشه. این کار به خاطر هر کس هم باشه عملی نیست. یعنی عملی خانم داداش تو رو که عملی نیست. که انگار ما اقدس خانم تقصیر منه، بس کن دیگه. ای میگه بس کن. آخه آدم از این حرفا آتیش میگیره. بس تمومش کن دیگه. چه آشنو بابا، خواهش میکنم، میخوای نتیجه گیری کنی. بس دیگه. نتیجه این که مادر به هیچ وجه و در هیچ صورت و به هیچ عنوان حق ندارن اصلا چنین فکری بکنن، تا چه برسه حرفشو بزنن. مادر جون، ما شما رو دوست داریم، ما خاطرتون رو میخواییم. خواهش میکنم نرو، خواهش میکنم. آخه ما ایمان چی کار کردیم که میخواین چنین رفتاری بکنین؟ خواهش میکنم دیگه از این حرفا نزنه، باشه؟ خدا انشالله شما رو برای بچه هاتون سالم نگه داره. مادر چیه پسرم؟ تمومه؟ خواهش میکنم، تمومه دیگه. پس تمومه. تمومه. خیلی خوب شد. به خدا اگه یه مادر خوشبخت تو دنیا باشه اونم منم. من از همه تون ممنون و متشکرم، ولی چه کنم که مجبورم. باز شروع شد. به خاطر خواهر مجبورم برم. مگه کار بدی میکنم که ناراحتین و خجالت میکشین؟ مگه شما منو میفرستین؟ من دارم با پای خودم میرم. من اگه جای شما بودم افتخارم میکردم. ما افتخار میکنیم، اما شما قبول کنید این یه طوریه. بله، کاملا درست. مادر، مثل همیشه حرفا و کاراتون خوب و پسندیده است، ولی امکان نداره. من یکی که تو کتم اصلا نمیره. واسه رحیم خانم هم باید یه راه دیگه ای پیدا کرد، درسته؟ بله درسته. نمیشه. هیچ راهی نداره. منم اینقدر از سنم گذشته که بفهمم راه درست و غلط کدومه. ملاحظه کردید؟ الان چند روز اوضای ما اینطوریه. ابجی با آقا رشید باید مواظب مادر باشین تا یه راهی پیدا بکنیم. داداش ما که نمیتونیم زندانیش کنیم.
اسمشو نوشته، چمدونش هم بسته، فقط منتظر یه تلفنی. من این حرفا رو نمیفهمم. با من یکی از این حرفا نزنین. مادر به هیچ وجه و به هیچ عنوان بدون شما پاش از این در بیرون نمیذاره. اگه نمیتونی من بیام اینجا بمونی. ببین چطوری واسه ندونم کاری دیگرون افتادیم تو عجب. بلند شو بریم بابا، بریم خانه. خب خدا 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 حافظ. به سلامت. سلام خواهر. سلام خواهر. حالت خوبه؟ حالم خوبه. خب چه خبر؟ ای دارم عادت میکنم. راستی یه خواهر جدید پیدا کردم، اسمش مینوه. ای نامهربون، چشم منو دور دیدی؟ فکر نکردی که من چشم دیدن هیچکی و غیر خودم ندارم؟ بالاخره با بی ارزگیتون نتونستین بستگان خانم طاعتی رو پیدا کنین. در نتیجه یه جنازه با مقادیر زیادی طلب موند رو دستام. حالا چرا وایسادی؟ همین الان به پزشکی قانونی و پلیس تلفن کنید. چشم. خانم سعیدی؟ بله. تلفن اینجاست؟ چشم. بله چشم. الان تلفن میکنم. ببخشید از بیرون تلفن میکنم. خانم سعید. راستی زهرا خانم تلفن کرد. آره ببین شب زود بیا خونه ها. خب
آره مطمئن باش. ببین من بعدن با تماس میگیرم. کجا مادر؟ کجا؟ خودت میدونی کجا دارم میرم. تلفن زدم گفتن جایی که منتظرش بودم خالی شده. از قول من از رشید آقا خداحافظی کن. تو رو خدا مامان من گیر فامیل ننداز. من غیر ممکنه بذارم قدمتون از این خونه بیرون بذارین. باشه؟ مگه من بچم که تو خونه حبسم کردین؟ چپ میرم راست میام منو میپایی؟ تا سر کوچه نمیذارین برم. میخوام همون برم یکیتون میایین. در کوچه رو روم قفل کردین. حیات میرم مواظبین. من باید برم. به خدا من موافقم شما برین. ولی آخه اجازه شما که دست من نیست. پس اجازه من دست کیه؟ به خدا اگه نذارین برم از دستتون شکایت میکنم. شوخی میکنین ماما؟ از دستتون شکایت میکنم تا بفهمین شوخی نمیکنم. تا بفهمین من مادر شما هستم نه شما. حالا میبینین من چی میکشم مامانی؟ برین تو اتاقتون. اومدم. سلام. سلام. منزل آقای منظم؟ بله بفرمایید. راستش به ما اطلاع دادن که شما خانمی رو در این خونه حبس کردیم. واقعیت داره؟ پس دوست شما که دوست خانم والده خانم شماست قصد دارن برن خونه سالمندان، ولی شما موافق نیستید. خب چرا والده خانم رو تو خونه مقید کردین؟ نه جناب سروان، دوست والده خانم منو بردن خانه سالمندان. به زور؟ نمیشه گفت به زور، در واقع خودشون خواستن برن. جای تعجبه. حالا والده خانم من رضا، شما اینجا چه کار میکنین؟ برنشید بری سر درس و مشقتون. زود زود برنشی بینم. برنشی آقای پلیس، وقتی کارتون تموم شد لطفاً بیاین اتاق من. اینا منم زندانی کردم. رضا برو ببینم. زود زود باشین. بودین. ببخشین. بله من چی داشتم میگفتم؟ میفرمودین. آها بله، حالا ما نمیذاریم ایشون برن. ایشون یعنی کی؟ یعنی ایشون یعنی من. آه صحیح. شما کجا میخواییم بریم؟ خونه یه سالمندان. میفهمم خانم، این روزا موارد زیاده. نه جناب سروان، شما اشتباه میکنین. بله ماجرا اونطوری که فکر میکنین نیست. نه خیر. چطوری؟ ماجرا چطوری نیست؟ جناب سروان، من خودم میخوام برم به خاطر اینکه خواهر اونجاست. خواهر کی؟ خواهر هیچکی جناب سروان. حاشا نکنید؟ حاشا نکنید، خودم شنیدم. حالا بگید خواهر کی اونجاست؟ یعنی بگید اونجا کجاست؟ بعدش هم بگید کی کجاست؟ یعنی از اول بگید. دوست خانم والده خانم منو بردن خانه سالمندان. ما مادرش با من مثل بچه ها رفتار میکنه. میخواد بره پیشون بره چشم بچه های والده چشم من میبینن. حالا من چطوری میتونم اجازه بدم ایشون برن خانه سالمندان؟ وقتی اینجور بشه همه فکر میکنن که بله به زور میخواستن ایشون رو بفرستن. من چه تقصیری دارم؟ من چه گناهی؟ خیلی خوب دیگه کافیه. شما باید به وجود چنین مادری افتخار کنید و اجازه بدین برن خانه سالمندان. در چنین مواردی قانون حق انتخاب مکان زیست رو به ایشون میده. صحیح. گویا اینکه اگر من جای شما بودم مخالفت میکردم. مرحمتتون زیاد. خداحافظ میگم. ولی جناب سروان، من واسه همین که می‌خواستم. ما جای همدیگه نیستیم. پس در این مورد بحث نمی‌کنیم. همگی موفق باشین. راستی به کوچولوتون بفرمایید در مورد شکایت ایشون یه روز دیگه خدمت میرسم، چون میترسم مسائلی مطرح بشه که دوباره گیج بشین. خداحافظ. مرحمتتون. مرحمت زیاد. خداحافظ. خب کار خودتون رو کردین. حالا من جواب آقا رحیم و بقیه رو چی بدم؟
میتونست بذاره صبح بیاد؟ خانم حکمت اصرار داشت امشب بیاد. چیه؟ چه خبر شدی؟ هیچی، این یکی طاقت نیاوردن تا صبح نگرش دارن، نصف شبی قرار بیارنش. روز به روز طاقت بچه ها کمتر میشه. اومدن. آی، خواهر اینه. به بهشت کوچک ما خوش اومدیم. ما از صبح منتظر شما بودیم. به به، چه خانم با وقار و با شخصیتی. خانم خواهر، الهی قربونت برم. دیدی اومدم خواهر. خواهر جو مینو اینه. سلام. سلام. از آشناییتون خوشوقتم. منم همینطور. خواهر به خدا دلم برات یه ذره شده بود. گریه میکنی؟ چرا گریه نکنم؟ مادرمه، عزیزمه، باره ی وجودمه، داره میذاریمشو میری. دیدی خواهر، دیدی چی شد؟ بفرمید. سلام خانم حکمت. خب چطوری؟ خوش میگذره؟ خیر. خیر؟ طوری شده؟ بله، من میخوام اتاقامو عوض کنم و برم پیش خانم اقتداری. صحیح. برای چی؟ برای اینکه خانم اقتداری دوست قدیمی منه و من با این همه زحمت اومدم اینجا که پیش اون باشم. ما همه اینجا یک خانواده، در یک خانه و یک بهشت. در یک خانه و یک بهشت نه، در یک اتاق. من میخوام اتاقم عوض بشه. ما اینجا مقرراتی داریم خانم و موظفیم به خاطر آسایش همدیگه به این مقررات احترام بگذاریم. متاسفانه این کار خلاف مقرراته، توجه فرمودین؟ و تازه گمون نمی کنم ساکنین دیگه اتاق راضی باشن، پس ما خیلی خوشحال میشیم که... پس امکان نداره؟ خیر. متشکرم. پیرزن بی انضباط و از خود راضی، برای من تکلیف معین میکنه. خانم سعیدی، به شما اختار میکنم که به شدت مواظب اعمال و رفتار خانم حکمت باشید، چون من به ایشون و خانواده عجیبشون و ارتباطشون با خانم اقتداری مشکوک و بدبینم. متوجه شدین؟ چشم. خانم سعیدی؟ یعنی بله، متوجه شدم خانم صبحانی. خلاصه من این همه مکافات کشیدم که بیام پیش خواهر. جا تو با من عوض میکنی؟ میری پیش خانم بهنود؟ به خدا اگه نم بگی ازت ناراحت نمیشم. متشکرم. خیلی ازت ممنونم. خسته نباشی خانم سعیدی. بابا کی گفته بدون اجازه من این اسباب کشی صورت بگیره؟ Let me do it.
واقعا خجالت آوره. هیچ کس برای بردنش نیومد. یعنی میشه آدم اینطور فراموش کنن رایم خانم؟ خدا انسان نیست. حتما براشون مشکلاتی پیش اومده. تنها مشکلتون رو انگیز بود که دیگه من از دست شما عصبانیم خانم سعیدی. من همه جا رو برای پیدا کردن ارقامشون گشتم. حقش بود منو مأمور می‌کردی. من دیگه تحمل نمی‌کنم. یعنی هیچگی باهاش نمیره؟ خیالم راحت شد. واسه چی راحت شد؟ همیشه نگران بودم اگه یه روزی تو تنهایی و غربت بمیرم چطور میشه؟ خب چطور میشه؟ اصلا طوری نمیشه. وقتی مردی میخوای چطور میشه؟ عجب آقابتی. بفرمی. سلام خانم حکمت، حالتون چطوره؟ حتما از اتاق و مصاحبینتون راضی هستین نه؟ به مرحمتتون خانم صبحانی. مزاحم شدم بگم حقش بود ما در مراسم تشییع جنازه روح‌انگیز خانم شرکت میکردیم. این درست نبود که ما ایشونو اینطور تنها میذاشتیم. ما واقعا از اتفاقی که افتاده متاسفیم. البته ترتیبی دادیم که ایشون با اینکه در شرح وظایفمون نبود به طور آبرومندانه‌ای به خاک سپرده بشن. میدونید گاهی ما با شرایط پیشبینی نشده‌ای روبرو میشیم. بفرمایید. ختم روح‌انگیز خانم چه وقته؟ ما برای ایشون و هر کسی دیگه به خاطر حفظ روحیه ساکنین بهشت کوچک اجازه نداریم مراسم ناراحت کننده برگزار کنیم. ما اینجا مجبوریم غم و غصه ها رو در کوتاه‌ترین مدت ممکنه فراموش کنیم. ولی دوستانش توقع دارن. با درک تعلمی که بر دلهای هممون حاکمه متاسفانه امکان نداره. پس حداقل اجازه بدین حلوایی پخته بشه و مراسم. خیر خانم که... متاسفم خانم حکمت. من فکر میکنم مقررات خشکی اینجا حاکمه. اصلا اینطور نیست خانم حکمت. عوض کردن اتاقتون نشون داد که ما در اینجا چقدر قابل انعطافیم. اجازه بدین ما به خاطر رفاه شما طبق مقررات خودمون عمل کنیم. متوجهم. خانم سعیدی؟ آقای ببخشید اسمتون فراموش کردم. سلیمانی هستم. آقای سلیمانی معذرت میخوام، شما نمیتونین، یعنی اجازه ندارین. برای من مسئولیت داره. ببینید حلواش داغه داغه. باور کنید ما خیلی متاسف شدیم. بله میدونم. ولی آقای سلیمانی صبر کنین، شما نمیتونین. والدی بچه ها همین نیم ساعت پیش پختن. میدونم. گفتم که حلواش داغه داغه. لقمه گذاشتیم در این اون بستن. ولی آخه چش کاری داره؟ پذیرایش دیگه کاری نداره. برمیداران یه فاتحه برای مرحومه بینوا میخونن. این وسط یه ثوابی هم ان شاءالله نصیب من سراپا تقصیر میشه. خداوند ان شاءالله همه رفیقان خاک و قرین رحمت کنه خانم. آقای سلیمانی تو رو خدا. آقای سلیمانی خانم اجازه نمیدین کارو.
بفرمایید بخوریم. چه عجب، بفرمایید. خیلی ممنون. فاطمه فرمود شما با خدا رحمتش کن. نه مجرد شما خدا رحمتش کن. خدا همه ای رفتگان بیاموز. آقای سلیمانی شما نباید این کارو میکردی. وقتی اقدس خانم فرمایش میکنن کیه بگه نه؟ اگه بدونین چه زن نازنینیه و چقدر دلمون براش تنگ میشه. واقعا جاش خالی. دلتون براش تنگ میشه؟ آقای سلیمانی، آقای سلیمانی، خواهش میکنم آقای سلیمانی. طرفی بالا از کدوم طرفه؟ از اون طرف. خیلی متشکرم خانم. آقای سلیمانی زحمت کشین خودم میرم. آقای سلیمانی تو رو خدا نریم. این خانم چطور جرأت کرده از بیرون حلوا بیاره اینجا و پخش کنه؟ پس شماها چی کار میکردین؟ هیچ فکر نکردین اگه اینجا با وجود این همه آدم پیزوری از این رسم و رسوما باب بشه تمام سال ما باید سیاه بپوشیم و ختم بپا کنیم؟ من به خانم سعیدی یادآوری کردم داره چه اتفاقی میفته. به خدا من از پسشون بر نیومدم. تازه یه سینی هم برای تعارف به من دادن. خانم سعیدی شرم‌آوره. من دیگه تحمل نمی کنم. مثلا چی کار میکنی؟ من از اتاق میرم بیرون. خانم حکمت به من نگید این فامیلی که با یه سود خودشون از هر جای دنیا این برق به اینجا میرسونن و دلشون واسطون پر میکشه و موقع خدافزی مثل ابر بهاری عشق میریزن خدایی نکرده ازتون سیر شدن و آوردنتون اینجا. نه هیچ وقت بهتون نمیگم. خیالم راحت شد. اگه اشتباه نکنم همش به خاطر شماست. بهار خانم تو دنیا هیچکیو مثل اقدس ندیدم. اگه آدم گاهی اینجور چیزا رو نبینه میگه دنیا اصلا جای زندگی نیست. شما خیلی مهربونین خانم بهار. دیگه بهتره برم. راستی کارتون در مورد عوض کردن اتاق و پختن حلوا حرف نداشت. اگرچه به من ماموریت داده شده به شما بگم دیگه از این نوع اعمال تکرار نشه. یعنی میشه؟ سلام مامان. سلام. الهی قربونت برم گلای کوچیکم. سلام. سلام. هیچ فکر میکردین یه روز ما اینطوری جواب محبت های مادر رو بدین؟ شما از کجا فهمیدین؟ اقدس خانم خیلی وقت میدونن. من بهشون گفتم سلام اقدس خانم. لطف کردین به مادر سر زدین. خواهر با من زندگی میکنه. اومده تا من تنها نباشم. باورم نمیشه. در واقع این منم که اومدم تا تنها نباشم. من از آقای دکتر اجازه گرفتم تا به برنامه غذایی شما گوشتم اضافه بشه. یعنی شما بازم گوشت میخورین؟ متشکریم خانم سوهانی، شما خیلی مهربانی. پس در این صورت شاید بهتر باشه که بفهمیم خانم حکمت همراه دوستانش چی کار میکنه. برای ما هیچی مهمتر از اون نیست که آرامش این محیط رو حفظ کنیم. ما همه اعضای یه خانواده ایم و باید مواظب همدیگه باشیم. شنیدی کار ما متوجهیم خانم سوگاری.
ما مواظبیم. من خاطرم از شما جمعه. خدا نگهدار.